همه چی میتونه برای آدم عجیب باشه. برای اول است که امی خود چیزا را میبینم. تو هم خیلی برام عجیب هستی. کجای کارای من باعث تعجب شما شده؟ ای که پشت یک گم شده هستی تا که پیدایش بکنی و حق و حقوقش رو بدی. عجیبه؟ عجیب نیست؟ در روزی روشن در پیش چشمای طاقت میخورن. خوش اومدید. مرحبا. متشکرم. پس دفعه اوله که به همچین موردی برمیخوری؟ بله. برای تو عجیب است؟ نه خب، جایی که من زندگی میکنم بعد از این اتفاقا بیفته که میفته. اما من بار اولم است. یه حقیقت برات بگم، ازت خوشم آمد. معلوم میشه بار اول این گناه گفار شنیدی، چون یک دفعه حیران و تعجب کردی. شما غذا چی سفارش دادین؟ من فکر میکنم هرچی که تو انتخاب بکنی، چون بار اول است که من به اینجا میام و چیزی که در اینجا نوشته است تماما 100% نمیفهمم. میدونم چی میخوای بگویی. پس این سر و لباس چی؟ این چه حرفیه؟ اصلا به من ربطی نداره. ممنون که نمیخوای شهر بدم. من غذای دریایی سفارش میدم. اوه چی عالیه که آدم مهمون یک جنتلمن باشه. خب برای منم از همون غذای شما. دو تا غذای دریایی مخصوص لطف کن. متشکر. اینم خدمت شما. میشه که یک چیزی بگم؟ راحت نمیشی؟ نمیدونم، وقتی چیزی نگفتین که. میشه که بعد از خوردن غذا بریم اوپرا؟ برنامه خاصی داره؟ بیژن و منیژه خوندم. و بعد از اون مرا تو دم خونه میرسونی؟ ولی من که هنوز نظرم راجع به اوپرا نگفتم. میدونم که میوی. اتفاقا نه، من باید سریع برگردم هتل با تهران تماس بگیرم، بگم چه اتفاقایی افتاده. بگم دیبا نمیخواد حرف بزنه، نمیخواد ایچیو به یاد بیاره. این انسان نمیتونه. من میتونم کم کم آرامش بکنم تا که به یاد بیاره و به من بگه. بگه؟ آره البته با دستاش و دستان میتونم، ولی هرچی هم خواستین من. تو منو چی فکر کردی؟ نه، بالاخره شما یه زحمتی میکشید، منم در قبالش وظیفه‌ای دارم. که پول پرداخت کنی؟ فکر نمیکنی که بعضی وقتا میشه دوستانه یک کار رو انجام داد؟ چیزی که میخواستم زمان بود. آروم آروم همراهش صحبت آغاز میکنم تا که متوجه نشه و همه گپا رو برام بگه. الان مهمترین چیز بچه فاطمه است، همون بچه که موقع به دنیا آوردنش از دنیا میره. باید یه ببینیم بچه رو به کی سپردن، دختر و یا پسر. من هم اندازه تو میدونم، حتی کمتر. خب مهمی که همراه مادرم چجوری صحبت کنیم که مامورو یادش نیاین. خب امروز کلی چیز بد بود. هنوز احوال پرسی نکدیم که در مورد فاطمه برم بگو. چرا اینجور ناراحت هستی؟ نه علتش خود من نیستم. شما؟ فکر کردم کاری بدی کردم، حرف بدی زدم. میفهمی؟ من اینجا وقت اینجور جایها نامدم، شاید به میخواده. نه واقعیتش من فقط زمان خیلی کمی دارم، یه چیز حدود 6 روز. تو این 6 روز دیبا باید به حرف بیاد و راجع به اون بچه بگه. تازه ما بریم بگردیم پیداش کنیم، زمان خیلی کمیه. نادیا خانم. اینقدر اسممو نگرفتی ترسیدم که یادت رفته.
من کاری که از دست میاد انجام میدم خیلی زود، همینجوری که تو میخوای. ممنونم. میشه مرا تا در خونه برسونی؟ میخوام ببینم که منم همراه یک آدم جنتلمن بودم. به خاطر پدرتون میفرمین دیگه؟ پدر هیچ وقت ندیدمش. من و مادرم رها کرد و رفت. موقعی خداحافظی ماست. چقدر خوب میشد اگر تو مثل بچه های فیلم سرت یک کلاه میداشتی، دیور میداشتی و میرفتی ماشین سوار میشدی. منم مثل یک لیدی دستگوشایم را از دستم میکشیدم و نگاه میکردم که چطور تو در ماشین سوار میشوی و دور میشی. پس تا فردا خداحافظ. یاور آخر چی بود؟ چرا چشمای چهارتا شده بود؟ دلم برات خیلی سوخ وقتی آمدی پشت میزی ما نشستی. بوی غذای خوشمزه به دماغت میرسید. نمیتونستم دیگه صدایت کنم برات یک لقمه بتوم. او کی بود؟ تو بگو. حرف بزن. گرگی باران دیده، تو بگو. من اگر خواهم همه جا رو تگرو کرده که بودن او رو بشناسم، اما من میخواهم ببینم که او به تو چی گفته است. یک جنتلمن خیلی پولدار که اومد از شکار آهو، ولی خودش در دام میافتد. من دنبال همانم که تا کاری میکنم که از زنده بودنش پشیمون شود. روزگار، سرنوشت، تقدیر این دام را گذاشته سر راه شکارچی. اولین بار نیست که همین طور عاشقت می شوند و آخرین بار هم نیست. می دونی عشقشون که تمام می شود وقتی که ساعت پرواز بازگشتشون برسد، یعنی تا نیم ساعت پیش از رفتن به فرودگاه. نه دیگه نشد. او منتظر جواب ما است و در حرفش استاده است. مگر نشنیدی برش چی گفتم؟ که برای ما یک کمی وقت بده؟ و شنیدی چی او گفت؟ گفت که وقت نداره و من از برش میگم که زود جواب برش میتونم. حالا باشد، برو به مراد بگو که نادیه هم پرید. این گپ ها شکم سریست که بخاطرش جیب او خالی شد. آدم ها با شکم گرسنه حرفای بیجا و نادرکار میزنند، مثل تو. فقط برای پرواز کردن خودت خیلی خوشحال میشم که
بول اپارت را آنقدر بریدن که تا دو سه تا پشت بام او برتر نمیتوانی برم. خیلی خسته شدم. فکر نمیکردم که ناز کردن و ناز فروختن اینقدر آدم خسته میکنم. شب بخیر. از خوشحالی سکته نشوی که عاشق سینه چاکت سیاه پوش بشود. هم دیگر را میبینیم. شب بخیر. شب بخیر. سلام. شام بخیر. شب شما هم بخیر. کسی با من کار داشت؟ آن آقا با شما کار داره. سلام. سلام. معین هستم. حامد. چند لحظه در خدمت شما هستم. اینجا که مناسب نیست، تشریف بیارین اونور. اسپاسی با دیوشکا. بفرمایید. وقت قیمت شما را گرفتم که درباره موضوعی که به خاطرش به کشور ما آمدید مشورتهایی به شما بدهم. صادقانه و دوستانه بدون هیچ مزد و منتداری دوست دارم به شما کمک کنم تا به رقبان. رقبا؟ در هر کاری آنهایی که آن سوی جوی هستند رقبای آدم به حساب می روند. ولی من اینجا رقیبی نمی بینم. همه آدم هایی که از آمدن شما به اینجا و موفقیت شما ناراحتند رقبای شما به حساب می آیند. بگویید کجای کار شما مشکل پیدا کرده است. من می توانم برای شما کمک برسانم. شما هنوز خودتون رو معرفی نکردین. حق با شماست. در این موارد اسم کافی نیست. ولی می توانم انقدر بگویم که دوست شما. فکر میکنه این کافی باشه؟ شاید محدودیت هایی وجود داره. شاید این محدودیت از جانب منم باشه که قطعاً هست. یک دوست که در اداره ثبت شهروندی، گورستان و همه جاهایی که در این مدت بودی دورادور شاهد کارهایت بود و برایت آرزوی موفقیت میکرد. آرزوی موفقیت. به خدا سپردمتان. بسودنیه. Thank you.
ببین بگذار لحظه جوابت من خودم برم چون دوباره بفهمم که همراه من اومدی حالتش میتونه بازم بد شود من حالش صحبت میکنم در قدم اول امام همین مسجد در ایام جوانی مادرم همسایه‌شان بود باید انتظار بکشیم تا نماز ظهر باید بیاید یک خبر بعد امام همین مسجد که در جستجویش بودیم خب برای شادی روانش دعا کن شما دید
برای شما انگشتری عروسی در کو؟ نه، اما بازم ما اینقدر به هم میاییم. خب شما اشتباه کردین. اینا یک از خشاوندان ما هستن. ما آقای امیر اسماعیل کار داشتیم. از خشان ایشان هستید؟ نه، اما او میتونستن به ما کمک کنن. برایم بسیار عجیب است. مگر شما در برای او چیزی نمیدونید؟ راستی گپ یک سال پیش در اینجا دوزی شده بود. ایشان زخمی شدن. حتما ایشون هم فوت کردن. نه نه، بهتر میشد میمرد. ظاهرا زخمی شد. معلوم شد که ایشان با دزدان همکار بوده است. در زندان است. یگان خدمتی باشد مرحمت؟ نه، ما دنبال یک گم شده بودیم که اونا ازشان خبر داشتن. تشکر. مهم دیبا بود که به حرف در آمد. نگران نباش. میشه که ازت یک خواهش بکنن؟ تا وقتی که ما برای دست تکان میدم، تا هم برام یک دست تکان بده. میدونم یک خانم باید نباید خواهش را بکنن. اما بازم برات قبلا گفته بودم که خیلی چیزا را نمیفهم. شب بخیر. باور نکن تنهایی